اولیگارشی چیست؟ امروز می‌خوایم درباره یک واژه مهم صحبت کنیم. اولیگارشی. واژه اولیگارشی از دو کلمه یونانی اولیگوس به معنی تعداد اندک و آرکوس به معنی اقتدار تشکیل شده است. اولیگارشی یعنی حکومتی که توسط یک گروه کوچک از افراد کنترل می‌شود. این افراد معمولاً ثروتمند یا دارای قدرت نظامی و سیاسی هستند. در تاریخ مثال‌های زیادی از اولیگارشی وجود دارد. مثلا در یونان باستان شهرهای اسپارت و آتن توسط گروه‌های نخبه اداره می‌شدند. امروزه هم در برخی کشورها اولیگارشی وجود دارد. مثلا در روسیه و چین گروه‌های کوچکی از افراد ثروتمند و قدرتمند کنترل کشور را در دست دارند. آیا در ایران هم اولیگارشی وجود دارد؟ در ایران تحلیلگران معتقدند که اولیگارشی حاکم بر کشور شامل گروه‌های کوچکی از افراد قدرتمند و ثروتمند است که نفوذ زیادی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی دارند. یکی از این گروه‌ها سپاه پاسداران است که نقش مهمی در اقتصاد و سیاست کشور ایفا می‌کند. سپاه پاسداران که در ابتدا به عنوان یک نیروی نظامی تأسیس شد، بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق به مرور زمان به یکی از بازیگران اصلی اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شده است. این نهاد کنترل بسیاری از هلدینگ‌ها، تراست‌ها، شرکت‌ها و پروژه‌های بزرگ اقتصادی را در دست دارد و در بخش‌های مختلفی از جمله نفت، گاز، ساخت و ساز و ارتباطات فعالیت می‌کند. اولیگارشی در ایران به این معناست که تصمیمات کلیدی اقتصادی و سیاسی توسط گروه‌های کوچکی از افراد گرفته می‌شود که منافع خود را در اولویت قرار می‌دهند. این وضعیت منجر به نابرابری‌های وحشتناک اجتماعی و اقتصادی شده و دسترسی عمومی به منابع و فرصت‌ها را محدود کرده است.